سرخط خبر. خودمون رو برای زندگی با یک همچون ویروس تا زمانی که معالجه قطعی براش پیدا بشه و یا واکسن قطعی براش پیدا بشه که هیچ کدام اینها تا امروز هنوز نشده. بنابراین شمار قربانیان کرونا در ایران به 2640 نفر رسید. حسن روحانی میگوید پیک کرونا بعد از تعطیلات نوروز مشخص میشه. تعداد کشته شدگان شیوع کرونا در اروپا از 20,000 نفر گذشت. در بریتانیا طی یک روز 209 نفر به شمار قربانیان اضافه شد. اینها بحرینی‌هایند. تشدید محدودیت‌های رفت و آمد در خاورمیانه با گسترش شیوع کرونا، عربستان با تایید 2 مورد مرگ جده را هم قرنطینه کرد. و کشمکش طالبان و کابل بر سر هیئت افغانستان در مذاکرات صلح، این گروه صلاحیت نمایندگان دولت را زیر سوال برد. سلام بر شما، به این برنامه خبری خوش آمدید. یک شنبه 10 فروردین یا ماه حمل 1399 برابر با 29 مارس 2020. وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 123 نفر دیگر بر اثر کرونا جانشان را از دست دادند و شمار قربانیان شیوع کرونا در ایران تا امروز به 2640 نفر رسیده. همچنین در 24 ساعت گذشته ابتلای قطعی 2901 نفر دیگر تایید شده که شمار کل موارد ابتلا را تا امروز به بیشتر از 38,000 نفر میرساند. همزمان با اعلام این آمار، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته برای آنکه بدانیم کشور به نقطه اوج ابتلا رسیده باید منتظر پایان تعطیلات نوروز باشیم. سیاوش اردلان گزارش میدهد. اینجا ساحل محمودآباد است، برخلاف معمول سوت و کور. به جز تعدادی اندک دیگر خبری از جمعیت انبوه گردشگران نوروزی نیست. استانهای شمالی تا چند هفته پیش از کانونهای شیوع کرونا بودند. حالا با سختگیری‌های بیشتر دولت ظاهراً تعداد بیشتری در خانه ماندند. مثل تهران که ترددها در داخل شهر کاهش نسبتاً چشمگیری را نشان می‌دهد. امروز 28 اسفند ماه 98 ساعت حدود 11 نقطه مقابل هفته پیش که جابجایی 8 میلیون نفر در سطح کشور ناظران بهداشتی را به وحشت انداخت. این ناظران و کارشناسان میگویند با پایان دوره نهفتگی ویروس احتمالاً شاهد موج دومی از ابتلا و مرگ و میر خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز کوشید از چشمانداز موج دوم و ابعاد آنچه پیش بینی می شود فاصله بگیرد. در بعضی از استانها بله، ما از پیک عبور کردیم و آمدیم در شیب پایین قرار گرفتیم، اما در بعضی از استانها هنوز نمیتونیم با اطمینان صحبت کنیم. دولت روحانی امروز زیر ضرب انتقادها از چپ و راست طیف‌های سیاسی است، مثلا از طرف رقیبانی سابق مثل محمد باقر قالیباف که میگویند چرا دولت دیر اقدام کرد، هم در زمانی که ویروس در ایران شیوع نیافت، هم زمانی که شیوع یافت ولی سختگیری نشد. با این حال مقامات دولت روحانی میگویند این انتقادها سیاسی کاری است. حسن روحانی امروز قویاً از عملکرد دولتش دفاع کرد. از همه این متخصصین دیروز ما سوال کردیم کاری که تا امروز ما انجام دادیم مورد قبول شماست و آیا نقصی داره یا نداره. خوشبختانه همه این متخصصین کار انجام شده رو قابل قبول میدونستند. حالا که دولت و شخص حسن روحانی لحن جدیتری درباره سختگیری‌ها گرفتند، پلیس راه از کاهش 50-80 درصدی ترددهای شهری و بین شهری خبر می‌دهد. ولی معلوم است همه بخش‌های دولت هماهنگ نیستند. تلویزیون ایران این روزها در زمینه برجسته کردن این ناهماهنگی‌ها فعال عمل میکند. قرار بود که بمونیم تو شهر، نریم این ور اون ور. ما چهار ماه از خونمون زدیم بیرون، الان دیگه مسیرمون یه جوری مجبوریم بریم خونه. آن شما آلودگی رو داریم برید خونه آدم. من خواهشم این است ما برنامه‌ریزی کردیم به صورت حوزه‌ای. انتقادهای تلویزیون ایران بیشتر معطوف به عملکرد دولت است تا این قبیل فعالان که تحت عنوان گروه‌های جهادی و نزدیک به سپاه
کار ضد عفونی شهرها و روستاها را بر عهده گرفتند. ولی گاهی خود نکات توصیه شده مثل فاصله گذاری های اجتماعی را رعایت نمی کنند. فعلا دولت آنگونه که امروز حسن روحانی تاکید داشت می خواهد اقتصاد ایران لنگ کرونا نماند و تولید هرچه سریعتر از سر گرفته شود. آرزویی که همه دولت ها دارند، هرچند رسیدن به آن مسیری طولانی و مبهم است. سیاوش اردلان، بی بی سی. همکارم رجا اسدی با ماست، نگاهی کرده به مهمترین مواردی که در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداخته شده. از شبکه‌های اجتماعی بگو برامون رجا. بحثی که امروز و چند روز گذشته خیلی در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه درباره تحریم، لغو تحریم یا ادامه تحریم ایرانه. دیشب هم وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو یک توییت کرد و در توییت در واکنش به درخواست مقام‌های ایرانی که گفته بودن تحریم‌ها رو بردارن، گفتش که مقام ایران، حکومت ایران فقط از کرونا به عنوان یک بهانه استفاده می‌کنه که تحریم‌ها برداشته بشه و بعد پول نقد به دستش بیاد و اونو صرف رهبران حکومت بکنه. میدونیم که در از ابتدای شیوع کرونا مقامات ایران از جمله محمد جواد ظریف، حسن روحانی بارها خواهان لغو تحریم ها شدن و گفتن به خاطر تحریم ها مبارزه با کرونا، شیوع کرونا در ایران با مشکلات فراوان روبرو شده. همین دو دیدگاه رو میتونیم در بین شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی ببینیم. الان یک بحثی در گرفته، بیشتر بهتر بگم دعوا در گرفته بین کسانی که میگن تحریم باید برداشته بشه در این وضعیت اضطراری به خاطر بحران کرونا و عده دیگه که میگن تحریم ها باید بمونه. هر کدوم هم استدلال های خودشونو دارن. کسانی که طرفدار لغو تحریم ها هستن معتقدن که به دلیل این تحریم ها الان ایران چون دسترسی نداره به سیستم مالی بین المللی، به بازارهای بین المللی، نمیتونه امکانات پزشکی و داروها و مواد ضروری و اولیه مردم رو تهیه کنه و لغو تحریم ها باعث نجات جان انسان ها میشه. در مقابل عده‌ای که موافق ادامه تحریم هستن میگن حکومت ایران این کرونا رو بهانه کرده که تحریم ها رو لغو کنه و حتی پولی اگر به دستش بیاد این رو در خدمت مردم قرار نمیده، به فکر منافع خود و نجات خودش از این وضعیت بقرنج اقتصادیه. بعضی حتی فراتر رفتن و میگن حکومت ایران به امر اجازه داد که کرونا گسترش پیدا بکنه که بتونه این از این راه تحریم ها رو لغو کنه. ممنونم از رجا اسدی. اما دکتر حامد صالحی، پزشک و مدرس پزشکی، هم از نقطه دیگه در شهر لندن با ما هستند. آقای صالحی، حرف و حدیث ها الان بیشتر به این سمت داره حرکت میکنه که شاید چاره ای نباشه غیر از این که به هر حال با این ویروس سر کرد. شما چی فکر میکنید؟ کاملا درست آقای موسوی. اون چه مسلمه این یک بیماری پاندمی که همه دنیا دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. باید فهمید که باید چی کار کرد. مهمترین کاری که همه هموطنان ما تو ایران میتونن انجام بدن اینه که در خونه ها بمونن که بتونن زنجیره انتقال این بیماری رو در واقع قطع بکنن، بذارن پیک این بیماری دیرتر برسه، که همکارای ما در واحدهای درمانی با انبوهی از بیماران مواجه نشن که بتونن کارشون رو مثل همیشه به خوبی گذشته انجام بدن. راه‌هایی هم هست که باید رعایت بکنن برای پیشگیری، که اگه در واقع اونها رو رعایت بکنن میتونن کمک بسیار شایانی انجام بدن. برای اینکه بدونیم چی کار باید کرد، باید به مکانیزم انتقال این ویروس در واقع ما فکر بکنیم. اون چیزی که مسلم هست، این ویروس از طریق در واقع دراپلت، یعنی قطره‌ای، از طریق سطوح مشخصا انتقال پیدا میکنه. اویدنسی، مدارکی برای ایربون، یعنی اون از راه هواییش، هنوز مسجل نیست. از راه دهانی مدفوعیش هنوز مسجل نیست. مهمترین کاری که میشه انجام بشه اینه که در واقع شستن مداوم دست ها با الکل و ضد عفونی کردنش بسیار مهمه. اینا مواردی است که در روزهای گذشته بسیار گفته شده، ولی علارغم رعایت توصیه‌های بهداشتی و بعد قرنطینه، چطور هست که در خیلی از کشورهای اروپایی موج از حرکت نایستده که هیچی، در حال بیشتر شدن هم است؟ مثلا همین امروز در بریتانیا 209 نفر به آمار کشته‌ها ظرف 24 ساعت اضافه شد.
بسیار سوال خوبی آقای موسوی. مسئله اینه که دوره پیریود این مریضی تا 14 روزه. ما میدونیم تو انگلیس قوانین سختی که گذاشتن از هفته گذشته بوده و در واقع الان اجتماعات بیشتر از 2 نفر تو اینجا ممنوعه، الان کارهای غیر ضروری ممنوعه. خب این جماعت میتونن اون دسته‌ای باشن که قبل از این قوانین سفت و سخت این بیماری رو دریافت کرده باشن. اون چیزی که خیلی مسلمه اینه که ما متاسفانه اگر راجع به ایران بخوایم صحبت بکنیم، اون قوانین سفت و سخت اونجوری که باید برقرار میشد نشد. هنوز هم قرنطینه‌ای که ما تو انگلیس داریم با قرنطینه‌ای که ما تو ایران داریم زمین تا آسمون فرق میکنه. تو اینجا واقعا ما نمیتونیم از خونه بیرون بریم مگر اینکه کار ضروری داشته باشیم. تو ایران ما دغدغه‌مون مسافرت، در واقع اون تقاضایی که من از همه هموطنامون میکنم اینه که بمونن تو خونه و همکارای پزشکی ما، کادر درمانی ایران در واقع با هیچ دارن به جنگ همه چیز میرن. ما بهترین پزشکا و متخصصان تو ایران داریم که در واقع بسیار توانمند هستن. کمکی که فقط میشه بهشون کرد اینه که با موندن تو خونه به اونها کمک بکنن که اونها به بهترین وجه ممکن اون خدمتشون رو انجام بدن. آقای دکتر خیلی خیلی کوتاه، اونایی که بهبود پیدا کردند دیگه از مشکل گذشتند و احتمال ابتلاشون دوباره وجود نداره؟ کوتاه لطفاً. به طور مشخص اویدنس های بوده که برخی از افرادی که به بیماری مبتلا شدن این بیماری رو در واقع گرفتن. من یه فرصت 10 ثانیه‌ای میخوام. من تنها خواهشی که از همه ملت بزرگ کشورمون دارم اینه که تو خونه بمونن. با این کار میتونن به پزشکای ما و کادر بیمارستانی ما خدمت بکنن، کمک بکنن. تو انگلیس چند روز گذشته مردم توی زمان خاص همه همکارای پزشکیشون رو تشویق کردن. من از مردم ایران میخوام که همشون با موندن تو خونه بتونن این کمک رو به پزشکای ما بکنن. مرسی. سپاسگزارم از دکتر حامد صالحی از لندن. بابا دونالد ترامپ ساعتی بعد از اینکه اعلام کرد نیویورک ممکن است قرنطینه شود، نظرش را عوض کرد و به اعمال قوانین سختگیرانه و رفت آمد اکتفا کرد. در اروپا تعداد جانباختگان کرونا از 20,000 نفر گذشته، حدود نیمی از قربانیان در ایتالیا بودند. همطور که اشاره شد در بریتانیا هم در یک روز 209 نفر در اثر ابتلا به کرونا جان باختند. در هند اعلام قرنطینه باعث هجوم مردم به ایستگاه‌ها شده. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. کشمکش سیاسی بر سر قرنطینه نیویورک، مرکز بورس و بانکداری در آمریکا و حالا کانون شیوع کرونا. دولت ترامپ که دیروز از احتمال قرنطینه 3 شهر از جمله نیویورک خبر داده بود، ساعتی بعد از صحبت با فرماندار این ایالات نظرش عوض شده. فرماندار نیویورک که یکی از مخالفان قرنطینه کامل است، میگوید این کاری است غیر آمریکایی و به بازار بورس صدمه میزند. دغدغه دیگر او کمبود دستگاه‌های تنفسی و افزایش قیمت آنهاست. نمیشه که 50 تا ایالت با هم سر خرید یه جنس رقابت کنن. این اتفاقیه که الان داره میفته. قیمت دستگاه کمک تنفسی از 25 هزار دلار به 45 هزار دلار رسیده. چرا؟ چون ما پیشنهاد 25 هزار دلار میدیم، کالیفرنیا میگه 30 هزار تا، ایلینوی میگه 35 هزار تا میدیم، فلوریدا پیشنهاد 40 هزار تا میده و ما عملا خودمون داریم قیمتها رو بالا میبریم. اما دغدغه کادر درمانی در نیویورک مالی نیست، نگران جان خود و همکارانشان هستند. اینجا پرستارها دست به تظاهرات زدند، البته با رعایت فاصله اجتماعی. به کمبود امکانات از جمله لباس و ماسک اعتراض دارند، در شرایطی که طی 2 روز تعداد جانباختگان کرونا در آمریکا 2 برابر شده، تا امروز به حدود 2200 نفر رسیده. تا قبل از کرونا ماسک صورت یه بار مصرف بود، با هر مریض استفاده میکردی و بعد میرفت تو سطل آشغال. حالا یهو مرکز کنترل و پیشگیری بیماری میگه اشکال نداره چند بار استفاده بشه. اینها داره جون ما رو به خطر میندازه. استفاده مکرر از ماسک‌ها و تمام شدن خیلی چیزهای دیگه مثل لباس محافظ و سرم، به اندازه کافی دستگاه کمک تنفسی نداریم. در آن سوی اقیانوس در اروپا تعداد جانباختگان از مرز 20,000 نفر گذشته. نصف این تعداد در ایتالیا بوده. اما فرود این هواپیمای آلمانی در شمال ایتالیا بارقه ای از امید است. این هواپیما به آمبولانس تبدیل شده و قرار است بیماران را از مصیبت زده ترین منطقه ایتالیا به بیمارستانهایی در نقاط مختلف آلمان منتقل کند. اسپانیا دومین کشور اروپایی است که بیشترین آسیب را دیده.
بیمارستانهایش جا ندارند. دیروز تعداد جانباختگان در 24 ساعت به 832 نفر رسید که تا حالا بالاترین میزان افزایش موارد مرگ در یک روز بوده. از امروز به دستور نخست وزیر قوانین منع رفت و آمد سخت‌تر می‌شود. اینجا پلیس مدارک مردی را در اتوبوس کنترل می‌کند تا مطمئن شود که کار او جزء مشاغل حیاتی است. در هند اعلام قرنطینه 3 هفته‌ای یعنی قطع منبع درآمد بسیاری از کارگران و نتیجهش هجوم به سمت ایستگاه‌ها برای خروج از شهرها. سیاستی که برای مبارزه با شیوع کرونا بود با این ازدحام خود به خطری بزرگ تبدیل شده. در ووهان چین که منشأ ویروس کرونا در جهان بوده، حالا بعد از 2 ماه قرنطینه کامل آرام آرام زندگی به حالت عادی برمیگردد. اجازه ورود به شهر داده شده، اکثر خطوط مترو باز شده، اما خروج از این شهر هنوز امکان پذیر نیست. اما نگرانی از کرونا در سوئد جایی ندارد. محدودیت اینجا یعنی اجتماع کمتر از 50 نفر و کار از خانه. هوا گرمتر شده و مردم برای تر کردن گلو به بار می روند. در حالی که در باقی اروپا برای خیلی ها این تنها یک آرزوست. پرهام قبادی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. شمار قربانیان کرونا در ایران به 2640 نفر رسید. رئیس جمهوری ایران میگوید تا زمان مهار کرونا باید با این ویروس زندگی کرد. در اروپا تعداد کشته شدگان شیوع کرونا از 20000 نفر گذشت. در بریتانیا تا یک روز 209 نفر به شمار قربانیان اضافه شد. در ادامه این برنامه با کمک لالیگا، لیگ فوتبال اسپانیا برای کمک به بیمارستان‌ها 700 هزار دلار پول جمع کرد. عربستان سعودی دومین مورد مرگ بر اثر ویروس کرونا را گزارش داد. دولت سعودی مقررات قرنطینه را تمدید کرده و ورود به شهر جده و خروج از این شهر را ممنوع کرده. در دیگر کشورهای عربی هم مقررات قرنطینه تمدید شده و موارد بیشتری از ابتلا به کرونا گزارش می‌شود. مهرداد فرهمند نگاهی دارد به وضعیت مبارزه با کرونا در گوشه و کنار خاورمیانه. اینها بحرینی‌هایند که از ایران برمیگردند، از راه عمان یک راست به قرنطینه می روند. سفر بحرینی ها به ایران ممنوع است. اینها هم تخلف کردند، همین که به چشم حامل ویروس به ایشان نگاه می شود. دولت قطر اعلام کرده بحرینی های هم در فرودگاه دوحه سرگردانند که از ایران برگشتند، اما دولتشان با آنها اجازه بازگشت به کشور نمی دهد. کرانه جنوبی خلیج فارس در امکانات مبارزه با ویروس کرونا چندان کم و کسری ندارد. دولت‌هایند هم ثروتمند، هم دارای زور و سختگیری کافی برای اعمال قرنطینه. در امارات برای کسانی که علائم سرماخوردگی داشته باشند اما دهان بند نزنند 1000 درهم معادل حدود 270 دلار جریمه گذاشتند. اگر کسی حاضر نشود در بیمارستان قرنطینه شود، هم باید 50000 درهم بیش از 13500 دلار جریمه بدهد، هم پلیس او را میگیرد و به زور بستری میکند. این پولها برای کارگران خارجی که اکثریت جمعیت امارات را تشکیل میدهند خیلی زیاد است. کارگرانی که خیلی هایشان بیکار شدند برای دهان بند دوختن به کار گرفته شدند. در کشورهای عربی بیشترین قربانیان را عراق به کرونا داده. هرچند با وجود همسایگی با ایران و رفت و آمد زیاد میان دو کشور، هنوز این رقم فاصله بسیار زیادی با ایران دارد. مبتلایان بیش از 500 نفر و جانباختگان تا امروز 42 نفر اعلام شدند. اینجا را که دارند ضد عفونی می کنند، شهرک صدر بغداد است. پایگاه مقتدا صدر که توییت اخیرش سر و صدا کرده. نوشته یکی از دلایل انتشار کرونا قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان است. اما عراقی دیگری در بصره تخت خوابی برای قرنطینه ساخته. با همه امکانات رفاهی، تلویزیون و
تهویه مطبوع. مرتضی فرهمند، بی بی سی. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. مرخصی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، برای دو هفته دیگر تمدید شد. خانم زاغری که در آستانه عید نوروز به دلیل شیوع کرونا از زندان به مرخصی رفته بود، قرار بود شنبه آینده به زندان بازگردد که حالا برای دو هفته دیگر هم میتواند در مرخصی بماند. همسر نازنین زاغری همچنین گفته پرونده همسرش برای عفو در اختیار دادستان عمومی قرار گرفته. خانم زاغری نزدیک به 4 سال است که در ایران به جرم جاسوسی در زندان است. اتهامی که او رد میکنند. خبرگزاری قوه قضاییه ایران گفته 4 نفر در ارتباط با فرار زندانیان از زندان سقز در استان کردستان دستگیر شدند. دیروز فرمانده سپاه کردستان گفت 12 نفر از زندانی های فراری دستگیر شدند. 2 روز پیش 74 زندانی زندان مرکزی سقز فرار کردند. گفته شده احتمال فرار این زندانی ها وضعیت بد بهداشتی زندان و نگرانی از شیوع کرونا بوده. عربستان سعودی میگوید 2 موشک بالستیک را که به سمت ریاض و شهر جنوبی جازان شلیک شده بود در آسمان رهگیری و منهدم کرده. ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن شورشیان حوثی تحت حمایت ایران را به انجام این حمله متهم کرده و آن را یک حمله وحشیانه توصیف کرده. وزارت دفاع عربستان گفته در جریان این حمله 2 غیر نظامی زخمی شدند. بیشتر در مهر ماه سال گذشته حوثی‌ها مسئولیت حملات موشکی به پایگاه‌های نفتی عربستان را بر عهده گرفتند، اما آمریکا و قدرت اروپا اعلام کردند حمله کار ایران بوده. دولت افغانستان گروه طالبان را به خاطر رد هیئت مذاکره کننده با این گروه به بهانه‌جویی و ایجاد موانع بر سر راه‌های گفتگو متهم کرده. بعد از اعلام فهرست 21 نفری مذاکره کننده با طالبان، این گروه گفت که این هیئت همه شمول نیست. دولت آمریکا اما از این هیئت حمایت کرده. همکارم علی حسینی از کابل با ماست. علی، از تازه ترین ها در این زمینه بگو و اینکه بالاخره چه خواهد شد؟ آیا این هیئت ها کار خودشون رو شروع خواهد کرد، هیئت دولت و هیئت طالبان؟ تازه ترین واکنش را رئیس اداره ارتباطات عام و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان وحید عمر که مشاور ارشد آقای غنی است ارائه کرده و گفته که اشاره کرده که طالبان نباید بهانه تراشی کنن. چند موضوع مطرح کرده. یکی این که برای تشکیل این هیئت غور و بررسی زیادی شده و در رابطه با اعضای این ترکیب، ترکیب این هیئت و اینکه مؤثر هستند، اجماع سیاسی کلی وجود داره و گفته که دولت افغانستان در رابطه با هیئت طالبان اظهار نظر نکرده، پس طالبان هم دیگه بهانه جویی نکنه، بیا آغاز کنن مذاکرات و گفته تمام کارها از طرف دولت افغانستان نهایی شده بود و مانده بود تعیین هیئت مذاکره کننده که اینم تمام شده. حالا منتظریم که گروه طالبان هم هیئت خودشون رو اعلام کنه تا مذاکرات آغاز بشه. این از طرف دولت افغانستان. اما فعلا تا اینجای کار هیچ تغییری در موضع دیروز گروه طالبان دیده نمیشه و گفتن که این هیئت نباید همه شمول می بود و مؤثر بود و دارای صلاحیت که این مشخصات را نداره. اما ما میدونیم که این مسئله همه شمول بودن و همه جانبه ده یکم تعریفش بین دو طرف ظاهرا نظر واحدی ندارن، ولی ما میدونیم که در این هیئت 21 نفری از تمام اقوام، تقریبا از بیشتر جریان های سیاسی و از زنان و علما نمایندگان حضور دارند. حمایت آمریکا از این هیئت، هیئت معرفی شده از طرف دولت افغانستان، چقدر موثره؟ خب به هر حال شب گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا 2 توییت کرد و به خطاب رئیس جمهوری افغانستان، رئیس اجرایی پیشین دولت افغانستان آقای غنی و آقای عبدالله، از آقای غنی همتایانش سپاسگزاری کرده برای تعیین یک هیئت همه جانبه و مؤثر که بتونه موفقانه مذاکرات پیش ببره. از آقای عبدالله هم خواسته که عین تعهدی که آقای غنی انجام داده در پیش بگیره برای ایجاد یک حکومت همه شمول. خب این موضع ایالات متحده آمریکا که از طرف پومپئو مطرح شده میتونه حمایت کنه از موضع دولت افغانستان، موضع دولت افغانستان را قوی تر بسازه. فعلا باید منتظر بشینیم که گروه طالبان متقاعد بشه که با همین گروه، با همین هیئتی که از طرف دولت افغانستان تعیین شده مذاکره کنه. در غیر صورت اگر این کار صورت نگیرد و دولت افغانستان هم تغییراتی بر در هیئت نیارد، بعید به نظر میرسه مذاکرات آغاز بشه. ممنونم از همکارم علی حسینی در کابل.
در اسپانیا فوتبال و موسیقی زنده دو عنصر اساسی زندگی رو تشکیل میدن، ولی شیوع کرونا هر دو رو تعطیل کرده. برای روحیه دادن به مردم، لیگ فوتبال این کشور لالیگا یک جشنواره مجازی موسیقی برگزار کرده. تا اینجا بیشتر از 700 هزار دلار برای بیمارستان‌های اسپانیا هم کمک جمع‌آوری کرده. سیلویا لنان سپنس گزارش می‌دهد. Streamed into homes in Spain. محبوس در خانه، در اسپانیا و دور تا دور جهان. عده‌ای از معروف‌ترین ستاره‌های موسیقی و میدان فوتبال این کشور. از جمله ستاره بارسلونا جرارد پیکه و بازیکن اسپانیول وولی که هفته پیش آزمایش کرونا او مثبت شد. اما هدف برنامه این بود که بتوان این بیماری همگیر را برای مدتی هر چند کوتاه فراموش کرد. منم مانند بقیه تو خونه موندم و داریم با ویروس مقابله میکنیم. این روزا بیشتر میتونیم از بودن در کنار خانواده لذت ببریم. تنوع موسیقی از این ست آکوستیک خواننده پورتوریکویی لوی فانزی تا قطعه سنتی مانند این. این کنسرت زنده 4 ساعته تا اینجا صدها هزار دلار پول جمع کرده تا صرف خرید ملزومات پزشکی شود که اسپانیا با کمبود آن دست و پنجه نرم می کند. در ضمن به کسانی که در قرنطینه هستند دلیلی داد برای خندیدن، از جمله سوپر استار تنیس رافائل نادال. خوشحالم که اینجا در مایورکا هستم. من و خانواده‌ام خیلی خوشحالیم که این کنسرت رو می‌بینیم. تلویزیون من روشنه و بی‌صبرانه منتظریم. شاید ویروس کرونا توانسته باشد بازی‌های فوتبال موسیقی زنده را متوقف کند. اما زیر سایه فناوری نوین می توان در محیط امن خانه نشست و از موسیقی لذت برد. سیلویا لنن سپنس، بی بی سی نیوز. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. اگه این برنامه را از اول ندیدید تا چند لحظه دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.